خب ما الان ما اینجا هستیم و در این همایش هستم به خاطر اینکه میخوام حمایت 100% خودم رو در دفاع از منشور حداقل خواستای 20 نهاد صنفی و مدنی اعلام کنم. به نظر من واقعا این یک منشور تاریخیه. میدونیم که ایران بالاخره تاریخ مبارزات زیادی داره طی سالهای خیلی زیاد، نه فقط طی این 40 سال، بلکه قبل از اونم علیه دیکتاتوری سلطنت. و خب الان ما میبینیم که یه دوره‌ای هست که انقلاب ژینا هست، انقلابی که واقعا از سوی نسلی داره پیش برده میشه که واقعا هیچ ابهامی به حکومت اسلامی ندارن، آزادی میخوان، برابری میخوان، ماهیتا ضد مذهب و ضد روحانیت هستن. و خب این منشورم واقعا نماینده این انقلاب واقعی هست که ما الان توی ایران میبینیم. و خب وقتی نگاه میکنیم توی تاریخ اخیر ایران میبینیم که خود سلطنت، چه پدر رضا پهلوی چه پدر بزرگش، با کودتا، با دخالت غرب اومدن. خود انقلاب 57 هم از سوی دولت‌های غربی بالاخره جنبش اسلام سیاسی رو آوردن و این انقلاب سرکوب شد از طریق این جنبش. ولی خب می‌بینیم که امروز دیگه اون ایران نیست و این یه ایرانیه که واقعاً داره میره که این جمهوری اسلامی رو از بین ببره و در ضمن یه جنبش واقعاً آزادی خواهی، سکولار، مدرن، متمدن. یعنی واقعاً به همین دلیله که کل جهان هیجان زده شده از این انقلاب و امید بسته به این انقلاب و اینکه واقعاً یه راهی برای نجات نه فقط مردم ایران، زنان، جوانان، کارگران، بلکه برای کل جهان این انقلاب مهمه. به خاطر اینکه با اومدن جمهوری اسلامی ما دیدیم که چقدر جنبش اسلام سیاسی دنیا رو سیاه کرد و حالا مثلا و اولین گامش سرکوب زنان، حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی بوده و چقدر امید بخشه که الان یه انقلاب زنانه داره واقعا تعیین تکلیف میکنه با این رژیم. و خب این منشور واقعا از دل اون جامعه اومده و توی جامعه که توتالیتریسم هست، یه حکومت واقعا یکی از وحشی ترین حکومت‌های جهان الان در قدرت، ما می‌بینیم که چنین منشوری میاد و واقعا فرهنگ و آرمان‌های واقعی مردم ایران رو داره نمایندگی می‌کنه. و خب مسلمه که جای هر آزادی خواهی، هر برابری طلبی، هر چپ و کمونیستی، هر انسان پیشرویی در باید حتما 100% در دفاع منشور پا بذاره جلو. این حمایشی که امروز برگزار شده توی کل چه تأثیری میتونه بذاره در روند این انقلابی که الان توی ایران هست؟ خب تأثیر زیاده، به خاطر اینکه ما میبینیم که حتی قبل از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، راست افراطی، راست سلطنتی، راست نژاد پرستی، ناسیونالیست داره سعی میکنه این انقلاب رو بالاخره دوباره از بالا بیاد سعی کنه خودشو قدرت به دست بیاره و این انقلاب رو مثل گذشته از بین ببره. ولی خب یه واقعیت اینه که ما نباید اجازه بدیم. ایران دیگری هست و در ضمن چپ قوی وجود داره تو خود ایران، خیلی مشخصه با منشوری که هم منشور حداقل دست حداقل خواستا و هم منشور مثلا زنان پیشرو، واقعا منشورایی هستن که فکر کنم تو حتی آزادترین جامعه توی این دنیا اینو منشورا رو نمیده بیرون، چه برسه تحت چنین حکومتی. خب مسلمه که این منشور کمک کرده که چپ هم در خارج کشورم متحدتر بشه و نقش خودشو در این مبارزه که الان در جریانه به طور بهتری بتونه ایفا کنه. خیلی ممنون. ممنون.